عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان میگوید کناره‌گیری او از سمت ولایت بلخ متنفی است. با گفته آقای نور استعفای او مشروط بوده و پذیرش آن از سوی رئیس جمهوری غیر قانونی است. در همین حال شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و متنفذ ولایت بلخ به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهند که بازی با سرنوشت بلخ را کنار گذاشته و زمینه حضور داعش در شمال و بلخ را فراهم نسازند. گزارشی از طیب بصیر. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی پذیرش استعفایش را از سوی ریاست جمهوری غیر قانونی می داند. آقای نور می گوید چند ماه پیش به نمایندگی از جمعیت اسلامی افغانستان با ارگ مذاکره را آغاز کرد و استعفای خود را به شرط اینکه به خواستای او و جمعیت رسیدگی شود به رئیس جمهوری پیش کرد. به گفته او اکنون که ارگ خواستای او و جمعیت اسلامی افغانستان را برآورده نکرده است، پس استعفای او هم منتفی است. همین چیزی که ما دارم تحصیل میخوانیم به تو که نتیجه استفاده نداریم، ما رو بین استفاده سازستان رو خواهد ولی مسئولیت شما ما باید اینجا باشد. این هم مسئولیت های خود دوزه که دوستان آرشان و یه مولایت و یکم بوتا و دکتور چیزی دیگر رو بیرانه هست. پس وقتی که او عمل مسئولیت که نازد عملی نکردن استفاده ما منتفی است. از دید حقوقی گفته های آقای نور بجاست. یک سند زمان مشروعیت حاصل می کند که زمان تسجیل بر آن حاکم باشد. آقای عطا ادعا می کند که استعفانامه‌اش در شرایط دیگر و با پیش شرط‌های دیگر مطرح شده و حالا ارجحیت ندارد. ارگ سیاست گروگانگیری دارد. تحمیل استعفانامه‌های بدون تاریخ چه معنا می‌دهد؟ این کار با کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز صورت گرفته است. این گونه برخورد شباهت برای پرت‌های یک دولت ندارد، بل برخوردهای مافیایی از یک گروگانگیری محض است. آقای نور همچنان میگوید گام‌های فعلی آنان در چارچوب حرکت مدنی و مطابق قانون برداشته خواهد شد، اما به گفته او اگر از قوه قهری استفاده شود هر گزینه‌ای را در نظر خواهند گرفت. حرکت‌های من برای فعلا فقط مدنی میباشد. مدنی در چارچوب قانون برای شما حق دارد. در صورتی که این ظلم که سر مردم و این ظلم تنظیم اگر بیشتر میرد و این را توسط قوه قهریه زدن و خود با از هر گزینه‌ای دیگر میتوانند استفاده کنند. منابع به تلویزیون میترا گفتند که عبدالله رئیس اجرایی با موافقت ارگ ریاست جمهوری در مورد تصمیم اعلام استعفای آقای نور پیشنهاد کرده بود که یکی از نزدیکان قصر سپیدار را به عنوان والی بلخ بگمارد و این پیشنهاد او از سوی ارگ پذیرفته شده و ارگ ریاست جمهوری انجینر داود را به پیشنهاد قصر سپیدار به عنوان والی بلخ معرفی کرد. آگاهان سیاسی به این باور هستند که از آنجا که عطا محمد نور چند پیش اشاره به نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده داشت، عبدالله در تبانی با ارگ ریاست جمهوری تلاش کرد که آقای نور را در انتخابات از سر راه خود بردارد، چون به باور این آگاهان عبدالله عطا محمد نور را بزرگترین چالش در برابر خود در انتخابات سال 2019 میلادی میداند. آقای نور از دوستان بین المللی افغانستان نیز میخواهد که در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. او می‌افزاید که تصمیم بعدی خود را در روشنایی مشوره با جمعیت اسلامی و ائتلاف ملی نجات افغانستان اعلام می‌کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای عطا محمد نور والی بلخ را تایید کرده است. در خبرنامه ارگ که به رسانه‌ها فرستاده شد آمده که این استعفا چند قبل صورت گرفته بود. شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز روز گذشته با نشر اعلامیه تصمیم ارگ را در این مورد غیر مسئولانه و در تضاد با موافقتنامه حکومت وحدت ملی دانست. از سوی هم شمار از سیاستگران کشور گفتند که برکناری آقای نور بی‌ثباتی را در کشور افزایش خواهد داد. آنان هشدار دادند که برکناری او زمینه حضور داعش در شمال و بلخ را فراهم می‌کند. در همین حال شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی با تبدیل کردن نمایه‌های فیسبوک خود و گذاشتن عکس عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان پشتیبانی گسترده خود را از او اعلام کردند.